دیدار مایک پومپئو و وزیر خارجه بحرین درباره مقابله با فعالیت بی ثبات کننده رژیم ایران. برایان هوک، بحرین میزبان کنفرانس امنیت دریایی با حضور مقام‌های 65 کشور خواهد بود. کشته شدن یک نوجوان بلوچ در مرز سراوان توسط پاسداران جنایت پیشه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت امروز با وزیر خارجه بحرین برای بحث در مورد امنیت تردد دریایی و مقابله با فعالیت بی ثبات کننده رژیم ایران و ارتقای آزادی مذهب ملاقات کردم. آمریکا از شراکت و تلاش‌های قوی بحرین برای بهبود صلح و شکوفایی سپاسگزار است. برایان هوک اعلام کرد بحرین در هفته‌های آتی میزبان یک کنفرانس بین‌المللی امنیت دریایی با حضور نمایندگان و مقام‌های 65 کشور جهان خواهد بود. به گفته این مقام آمریکایی، کنفرانس مورد اشاره که نتیجه همکاری مشترک میان ایالات متحده و بحرین است، در سطح وزیران خارجه کشورها برگزار می‌شود. برایان هوک گفت کنفرانس بحرین ادامه‌ای بر کنفرانس ورشو است که با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. دشقیمان خامنه‌ای سحرگاه روز چهارشنبه سه زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند. اسامی دو تن از اعدام شدگان عبارتند از اکبر صباغ‌زاده و هادی آصف خانی. رژیم آخوندی روز چهارشنبه همچنین چهار زندانی را در زندان‌های ارومیه، بندر ماهشهر و نوشهر اعدام کرد. آخوندهای جنایتکار حاکم روز سه‌شنبه نیز چهار زندانی را در زندان ارومیه، یک زندانی را در زندان خنداب عراق در ملأ عام و یک زن زندانی را در مهاباد اعدام کردند که به این ترتیب تنها طی دو روز 13 زندانی به دست دشقیمان خامنه‌ای اعدام شدند. آتش‌سوزی گسترده‌ای در میدان حسن‌آباد تهران، صرافی، بانک صادرات و تعدادی انبار و فروشگاه را طعمه حریق کرد. این آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران از یک انبار به وسعت 500 متر شروع شده و به سرعت به اماکن تاریخی میدان حسن‌آباد سرایت کرد. پاسداران جنایت پیشه روز چهارشنبه یک نوجوان بلوچ اهل پنجگور اقلیم بلوچستان پاکستان را که مشغول سوختبری بود با شلیک گلوله به قتل رساندند. وی که شعبود نام داشت 17 ساله بود. آنگرت کرامپ کارن باور رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان به عنوان وزیر دفاع این کشور معرفی شد. وی جایگزین اورزولا فندرلاین خواهد شد که روز سه‌شنبه به ریاست کمیسیون اروپا برگزیده شد. کرامپ کارن باور روز چهارشنبه حکم وزارت خود را در کاخ ریاست جمهوری آلمان در برلین از قائم مقام شورای فدرال دریافت کرد. وی چهارشنبه هفته آینده در پارلمان فدرال سوگند یاد می‌کند.